سوال دوم هستش که تفاسیر مختلف بسیاری از متون کتاب مقدس وجود دارد. از کجا بدانیم که چه کسی تفسیر صحیح را بیان می کند؟ ای بابا. بذاریم جنیفر جان یکی شروع کنه سوال کنه، اما بیشتر راجع به اون کیسه من خاموشم. والا همینطور که ما یه برنامه‌ای رو در مورد این اصلا تخصص داریم که از کجا بفهمیم اون چیزی که داریم می‌خونیم درسته یا درست نیست. خب شاید انجیل خیلی مختلفی اومده باشه که اسمشون خیلی واضحه، مثل انجیل بارنابا که خب کاملا شناخته شده است که اصلا صحیح نیست و در تعلیم مسیح با تعالیم مسیحی جور در نمیاد. ولی منظور اگر از نوشته‌های مختلفه، خب شاید خیلی کتاب مقدس رو بعضی وقت ساده‌تر نوشتن که خیلی تفاوت، یعنی خیلی که اصلا تفاوتی با اون نوشته قدیمی نداره. من نمیدونم منظور از این سوال این تفاوته یا کلا اناجیل مختلفی که وجود داره. صحبت در مورد بیشتر تفسیرهای مختلف که از یک متن، مثلا از متا باب 5 آیه مثلا 3 ببینیم هر کسی یک دیدگاه مختلفی در موردش داره. من یه کلی را عرض بکنم، بعد میدونم از اینجا شما هم میتونی نظر خودت کاملا بگی. یکی این که الان کتاب‌های مثلا این کتابی که ما شما معرفی کردیم برای جوایز امروزتون و کتاب‌های کامنتری که افراد مختلف سال‌های سال دربارش مطالعه کردن به تحقیق، چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ در واقع کلیت کتاب مقدس و هماهنگی و نظم کتاب مقدس با هم دیگه، خیلی دیدگاه خوبی رو به ما میده. ولی خوبه که دیدگاه‌های متفاوتی رو که در این مورد کتاب کتاب‌های خوبی نوشته شده راجبش مطالعه بکنیم. قبلا هم تاکید کردیم که چقدر مهم هست که بتونیم کتاب‌های کامنتری متفاوت رو مطالعه بکنیم تا بدونیم چه تحقیقی و چه در واقع توضیحی خوب هست. یه مسئله هم که بهش اشاره کردیم، یعنی هر ایمانداری باید یک فیلتری داشته باشه. یعنی این نیست که شما اگه شما در خودتون یک باور و اعتقاد اساسی به وسیله روح القدس و اونچه که کلام خدا داره به شما تعلیم میده نداشته باشید، شما به محض اینکه یک کلام یا یک باوری رو می‌خونید بلافاصله به اون سمت می‌رید. خوبه که اولا نماش دعا بکنید، روح القدس رو داریم، ما میتونیم توسط اون میخوره به پیش بریم و میتونیم کتاب‌های مختلف رو مطالعه بکنیم ببینیم واقعا عقل ما نیست در کدوم جهت ما رو به پیش میبره. اما یه نکته‌ای رو که من می‌خوام اینجا اضافه بکنم، چند تا اصل کلی هست، حالا میدونم شاید خیلی دقیق اینا راهکارهایی برای پیدا کردن توصیف و ترجمه درست کتاب مقدس، تفسیر درست کتاب مقدس به ما نمیده، اما چند تا چیز هست که من همیشه روش تاکید می‌کنم. اول از همه کتاب مقدس، وقتی یک آیه رو از کتاب مقدس می‌خواید تفسیر بکنید، در متون در همون متنی که قرار داره بعد بفهمید چی میگه. نمی‌تونید اون رو بردارید بگید مثلا کلام خدا میگه فرض کن طلاق فقط در این شرط گرفته میشه، پس فقط در صورت زنا طلاق بگید، دیگه هیچ مورد دیگه برای طلاق وجود نداره. مثلا میگم بعد تمام کتاب مقدس رو بخونیم و بفهمیم مفهوم رو به چه شکل داره توضیح میده. دوم، برمیگرده به زمانی که این در واقع نوشته انجام شده، ضرب المثل در اون زمان چه مفهومی داشته، شاید از یک واژه‌ای داره استفاده می‌کنه که برای قوم یهود در اون زمان معنی خاصی داشت. شما این مثلا مسیح میگه من هستم، اون من هستم خودش برای قوم یهود یک واژه بزرگی بود، چون به معنای خدایی بود که خدا خودش رو به موسی ظاهر میکنه. یکی دیگه این هست که ما بدونیم کتاب‌های مقدس به چه نظم و نثری نوشته شده. ما کتاب ادبی داریم، نباید اینها رو به معنی دقیق و واضح همونجوری بعدم بگیم این معنی رو میده. اینا به صورت شعری و استعاره‌ای نوشته شدن، بعد در اون متن نگاهش بکنیم. و یه سری اصول کلی هست که به وسیله اینها ما میتونیم اگه من یه آیه رو میخونم اینم این تفسیر رو داره، اینها رو اگه کنارم قرار بدم شاید به من میخوره کمک بکنه که من میتونم در یک جهت و راستایی به خودم کمک بکنم برای رشد ایمانم. و همین که در طول تاریخ ما ببینیم یک متنی چجوری تفسیر شده، ما یهو میبینیم یه تفسیری میاد که اصلا تضاد داره با یه قسمت دیگه ای از کلام مقدس. خب دیگه این کاملا واضحه که این تفسیر نمیتونه این تفسیر درستی باشه. اگر تفسیری بخواد تضاد داشته باشه با قسمت دیگه ای، چه در عهد عتیق در کتابهای بعد از اون تضاد داشته باشه، مطمئنا اون تفسیر نمیتونه درست باشه. تفسیری میتونه درست باشه که با مطالبی که در کل کتاب مقدس در مورد اون گفته شده یک هماهنگی داشته باشه، که باید اون رو از در طول تاریخ از پدران کلیسا و کتابهای مختلف دید که چجوری تفسیر شدن تا اون رو بپذیریم. توی زمان نهضت پروتستان وقتی که مارتین لوتر ایستاد و در برابر کلیسای کاتولیک صحبت کرد، یکی از جنگ‌های اساسی که مارتین لوتر داشت این بود که فقط پاپ کسی نیست که کتاب مقدس رو باید بخونه و تفسیر بکنه. و صحبتش این بود که کتاب مقدس باید دست همه برسه، همه هم به درستی کلام رو تفسیر بکنن. شکایتی که کلیسای کاتولیک داشت این بود که این کتاب تا زمانی که دست مردم عادی برسه، اینا شروع میکنن که
بدعت‌ها رو وارد کلیسا بکنن، تفسیرهای اشتباهی خواهند کرد که البته هم درست بود، ولی میگفت ارزش این رو داره که مردم کلام زندگی خدا رو داشته باشن و مطالعه بکنن. حالا ما مشکلمون، حالا من میخوام یک اونایی که گفتی کاملا درسته، میخوام از یک جنبه دیگه هم این مسئله نگاه بکنم. مشکل ما الان یه جوری دیگه ای شده. کلیسا این همه جنگ کرد، مارتین لوتر و افراد دیگه که بعد از اون هم قطارانش ایستادن و این اجازه رو، حق رو گرفتن که ما هم هر کسی که حالا پروتستان ها این کلام رو بخونن برای خودشون به درستی مسئول هستیم که به درستی تفسیر بکنیم، یعنی ما مسئولیم که کلام رو صحیح بفهمیم و صحیح رو تفسیر بکنیم و کاربردش رو پیدا کنیم توی زندگی ما. ولی الان انگار برگشتیم به اون دوران قبل. الان بعضی از کلیسا اجازه نمیدن اعضای کلیسا تفسیر بکنن کلام رو. پاپا الان کوچیک شدن توی کلیساها وارد شدن. بعضی از کشیشا اجازه نمیدن به هیچ وجه کسی کتاب رو تفسیر بکنه و هر تفسیری رو که خودشون اعلام میکنن تفسیر رو صحیح بیان میکنن، که من فکر میکنم اینه که از خطرات خیلی بزرگی هست که کلیسای پروتستان داره باهاش روبرو میشه. چند وقت پیش با یکی از دوستانم صحبت میکردیم و این هم این برادرم به همین مسئله اشاره میکرد و دیدم در همون راستایی که دارم من فکر میکنم که داره دوباره کلیسا برمیگرده. یعنی کلیسا همیشه احتیاج به اصلاحات داره. یک بار ما اصلاح کردیم کلیسا رو، مارتین لوتر افراد، به این معنی نیست کلیسا همیشه درست شده، باید دائم این رو درست بکنیم. حالا صحبت هم سر این هستش که ما ممکنه خیلی از تفسیرها رو توی کلیسا بشنویم، به عنوان یک مسیحی ما وظیفه داریم که این ابزاری رو که گفتی و ابزارهای دیگه‌ای رو که داریم رو به کار ببریم تا تفسیرهای درست رو بسنجیم. حقیقت مطلب این هستش عزیزان، یعنی این رو ما نمیتونیم رد بکنیم که هر کسی که کشیش میشه مسخ شخصیتی که نمیشه. یک شخصی هستش میاد میخواد خدا رو خدمت بکنه، یک مقامی در کلیسا پیدا میکنه، یوها از آسمان که شخصیتش عوض نمیشه، از آسمان هم که اطلاعات و دانش که دانلود نمیشه روی مغزش. خدا هم باور کنید همون اندازه‌ای که با من صحبت میکنه، با شما صحبت میکنه، با کشیشم صحبت میکنه. کشیشان نزدیکتر از من و شما به درگاه خداوند نیستن. این برای من خیلی مهمه که شما به عنوان یک عضو کلیسا وقتی که تفسیر رو از کشیش میشنوید آیا این رو میسنجید یا فقط به خاطر اینکه این رو شنیدم و کشیشم گفته این رو قبول میکنید. چون بارها شده من از کشیشانی شنیدم که گفتم این تفسیر چرا قبول داری، میگفت جوابش این بوده، اینجور شنیدیم. گفتم شما به عنوان یک شبان، یک خادم، کسی که کلام رو تعلیم میدید، آیا برای خودتون این رو جستجو نکردید که ببینید درسته یا نه؟ وظیفمون اینه. اومدیم اون طرف یک چیز بدعت آمیز رو داره به ما تعلیم میده، آیا ما وقتی حضور خدا رفتیم میخوایم بگیم که فلانی به من تعلیم داد؟ آیا خودم این عقل رو نداشتم که چک بکنم؟ و متاسفانه این یک نهضت تازه‌ای هم وارد کلیسا شده که میگن به روح تکیه کن، فقط به روح القدس تکیه کن. خیلی از افراد هستن که موقع موعظه اصلا نه از قبل مطالعه ای دارن، نه اصلا وقتی برای موعظه میذارن، میرن پشت منبر میگن که روح القدس به من یاد میده، به من میگه چی بگم، بعد از پیدایش تا مکاشفه موعظه میکنن که اصلا هیچ آخرش نمیفهمید در مورد چی صحبت کردن. شبانهایی را میشناسم که 5 روز هفته رو مطالعه میکنن، تحقیق میکنن تا یک موعظه نیم ساعته انجام بدن. خب من مسلما پای اون صحبت شبانی خواهم نشست که 5 روز هفته رو صحبت کرده تا نیم ساعت به من مطالب رو بگه. اونایی هم که زیاد مطالعه نمیکنن، دانش ندارن، فقط حالا هر دلیلی که این صحبت ها رو میکنن داد زیاد میزنن. اینه که هر وقتی کسی زیاد داد میزنه، من خودم زود از کلیسا میرم بیرون، چون میدونم فقط میخواد با احساسات برخورد بکنه. صحبتم چرا این رو گفتم، نه بخاطر اینکه انگشت دراز بکنم به این مسئله، صحبتم این هستش که توی کلیسا ما با افرادی برخورد خواهیم کرد که خیلی بیمسئولانه در مقام خودشون رفتار میکنن. خیلی از شبانهای ایرانی عزیزمون خیلی هم با غیرت، خیلی هم با مطالعه دارن خدمت میکنن. افرادی هم هستن در هر کلیسایی، در هر نژادی پیدا خواهند شد که بیان این تفاصیل اشتباه رو بکنن. توی کلیسا، من دفعه توی برنامه کشیش فیروز این رو گفتم توی دنیا شما میخواید معلم یک دانشگاه بشید، باید برای اینکه معلم دانشگاه بشید باید فوق لیسانس داشته باشید، کلی مطالعه کرده باشید، وقتی که شاگردان دارن ازشون میشنن چیز یاد بگیرن، باید حرفتون سندیت داشته باشه. سیاستمدار هم بخوای بشی باید توی حزب باشی، آشنا باشی با حزبای مختلف، با سیاست آشنا باشی، یه فعالیتی داشته باشی، یه کاری باشی، یک وقتی رو گذرانده باشی تا بیای یه حرفی رو بزنی و یک کشوری رو اداره بکنی. توی کلیسا جایی هستش که شخص راحت از تو خیابون مسیحی میشه، خیلی راحت هم میگه خدا منو به خدمت خونده، فردا میاد شبا میشو
بعد بیا حرف میزنه 300 نفر هم گوش میدن، خودش حالا هزار تا مشکل شخصیتی و روحانی و روانی و هزار مشکل داره، بعد حالا ملت رو میخواد رهبری بکنه. ما به نظر من حالا یکی از نکته های خیلی عالی که کلیسای پرزبیتریان داره اینه که شبانهای خودشون رو باید مطمئن بشن که دانش بسیار عالی خوب یا قابل استفاده از کلام داشته باشن که بتونن شبانش بکنن. ما مسئولیم هر چیزی از دهان دیگری در میاد اون رو بسنجیم. پولس و اپولوس وقتی که داشتن در بیریه موعظه میکردن، افراد بیریه وقتی که کلام پولس و اپولوس رو شنیدن، کلام میگه رفتن کتب رو تفتیش کردن تا ببینن اون چیزی رو که میگه درست یا نه. کلام خود میگه پولس و اپولوس مردان خدا بودن، میگه فرستاده خدا، ولی با این که اهل بیریه میرن صحبت های پولس و اپولوس رو چک میکنن، کلام خود میگه اون اهل آدمای شریفی بودن چون کتب رو تفتیش کردن. اگر ما امروز کتب رو تفتیش نکنیم، اگر شبان ما یک چیز اشتباهی رو بگه، ما هم خواسته و ناخواسته فقط به خاطر اعتماد به ما این احترام زیبا رو، این فرهنگ زیبا رو داریم که هم دیگه احترام میذاریم مخصوصا به مقام های بالاتر، ولی ما مسئولیم، مسئولیت ما رو کم نمیکنه که بسنجیم یا نه. در واقع اشاره ما بیشتر به این مسئله هست که خوبه که ما جایگاه شبانی رو که کلام خدا داره مطرح میکنه زیر سوال نبریم، فقط میگیم به عنوان ایمانداران ما مسئول هستیم که اگر یه کلامی رو حتی از شبانمون میشنویم جستجو بکنیم و باور شخصی و از روی تحقیق خودمون هم باشه، نه فقط باوری که به ما انتقال داده شده. حالا شبان یکی از ما معلمین رو داریم در کلام خدا، در کلیساها خیلی افراد متفاوت رو داریم که در معرض تعلیمات اونها قرار میگیریم. همونطوری گفتیم یه مسیحی باید خودش جستجو بکنه، فیلتر داشته باشه، تشخیص بده که بتونه در ایمان خودش جوابگو به خداوند باشه. یه چیزی هم میگم همیشه هاشم می‌خواستم صحبت کنم، من میگم که اگر شبانمون رو گوش میدیم خیلی عالیه، درسای شبانمون رو گوش بدیم، ولی کتاب مقدس معلمان بسیاری هم در طی تاریخ کلیسا برای ما گذاشته، کتاب‌های افراد مختلف رو هم بخونیم، اونا هم شبانن، اونا هم معلم کلام هستن به نوعی، ممکنه شبان مستقیم یا مسئول روحانی من نیستن، ولی صحبت‌های خیلی زیادی داشتن که کلیسا رو باعث برکت شده. پای صحبت اون هم بشنویم. آرسیس پولی حرف خیلی زیبایی داره، میگه که کسایی که من ازشون برکت میگیرم همه مردن، چون تمام کتاب‌های کسایی رو میخونه که توی قرون گذشته بودن و اون حرف برای گفتن داشتن، مطالعاتشون خیلی عمیق‌تر بوده. اینه که مطالعات خودمون رو در کتاب بعد از اینکه کلام رو خوندیم، مطالعات جانبی خودمون رو باید حتما گسترش بدیم.